سرخط خبرها هشدار ژنرال اسرائیلی نسبت به فروپاشی اسرائیل در کمتر از یک سال اعتراف نهادهای امنیتی اسرائیل به ناتوانی در جلوگیری از نفوذ پهپادهای حزب الله ورود دومین ناو هواپیما بر آمریکا به خاور میانه به دنبال افزایش تهدیدات ایران و حمله به دو کشی در آبهای یمن در میانه تنش بین اسرائیل و متحدان ایران. سلام به بسته خبری از کانال شیپور خوش آمدید. ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل پیش بینی کرد که در صورت تداوم جنگ فرسایشی با مقاومت این کشور در کمتر از یک سال فرو خواهد پاشید. اسحاق بیرگ ژنرال بازنشسته و کارشناس نظامی اسرائیل بار دیگر از کارشکنی های بنیامین نتانیاهو برای دستیابی به توافق آتش بس انتقاد کرد. وی گفت شروط اضافی نتانیاهو باعث شد که آتش بس و بازگرداندن گروگان ها دشوارتر شود. بریک هشدار داد در صورت ادامه جنگ با حماس و حزب الله اسرائیل در کمتر از یک سال فرو خواهد پاشید. او افزود یوآف وزیر جنگ اسرائیل دارد میفهمد که ما در باطلاق غزه غرق میشویم و سربازانمان را از دست می دهیم و به هدف خود برای نابودی حماس نمیرسیم با وجود تلاش های مصر قطر و آمریکا برای دستیابی به توافق و آتش در نوار قزه اما نتانیاهو بار دیگر اعلام کرد که از حصول توافق با حماس مطمئن نیست و اسرائیل تحت هیچ شرایطی از محور نتساریم در مرکز نوار غزه و محور صلاحالدین در مرز جنوب نوار قزه غزه با مصر عقب نشینی نخواهد کرد پس از گذشت بیش از ده ماه جنگ علیه نوار غزه درگیریهای شدید میان نظامیان اسرائیل و مبارزان مقاومت در مناطق مختلف این باری که در جریان است این جنگ که اسرائیل آن را با دو هدف اعلام شده نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران اسرائیلی در هفتم اکتبر 2023 به راه انداخت تا کنون به اهداف خود نرسیده است از سوی دیگر یک روزنامه اسرائیلی با اشاره به نفوذ بیش از 1200 پهباد به مناطق شمالی فلسطین اشغالی به ناتوانی نهادهای امنیتی اسرائیل برای مقابله با این پهبادها اذعان کرد روزنامه یدیود آهارانوت نوشت که از ابتدای نبرد در جبهه شمالی بیش از 1200 پهباد به فلسطین اشغالی نفوذ کردند این روزنامه افزود که این پهبادها مجهز به مواد منفجره بوده و نهادهای امنیتی در مقابله با آن با دشواری مواجه شدند. سوی دیگر رسانه های اسرائیلی امروز از به در آمدن آژیرهای خطر در اسب الجلیل از بیم نفوذ پهبادهای مقاومت خبر دادند پیش در روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی از احتمال تصویربرداری از محل اقامت بنیامین نتانیاهو توسط یک پهپاد متعلق به حزب الله لبنان خبر داده و گفته بود که تعدادی از جنگنده های اسرائیلی برای بررسی حضور پهبادهای شناسایی در فضای هوایی نزدیک به ویلای قیصر به خیابان غزه در قدس اشغالی ازام شدن اما نتوانستند پهپادهای احتمالی را شناسایی کنند سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس امروز پنجشنبه از وقوع دو حادثه دریایی در سواحل یمن خبر داد سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که یک حادثه دریایی در 57 مایلی دریایی از جنوب شهر عدن در یمن به وقوع پیوسته است. این سازمان انگلیسی همچنین اعلام کرد که وقوع یک آتش سوزی در دریا در فاصله 58 مایلی دریایی جنوب غرب از سلیف یمن را رصد کرده است. منطقه اصلیف در استان الهدیده و واقع در غرب یمن قرار دارد و یکی از بنادر مهم یمن به همین نام در آن واقع شده است. شبکه خبری الجزیره گزارش داد که گمان می رود که یک قایق هدف گرفته شده است. ارتش یمن از ماه نوامبر دهها حمله موشکی و پهبادی به کشتی های تجاری مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ و دریای عرب انجام داده است. در مقابل واشنگتن ائتلاف دریایی بین و مللی را به ادعای حمایت از کشیرانی در دریای سرخ و دریای عرب ایجاد کرد. اما این ائتلاف عملا در مقابل حملات موشکی ارتش یمن شکست خورده است. آمریکا و انگلیس در ماه‌های اخیر حملات زیادی را به یمن انجام دادند. کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره راهکارهای پیشبرد طرح آتش بس غزه و معامله گروگانها تلفنی گفتگو کرده است. این تماس پس از سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به خاور میانه صورت گرفت که روز سهشنبه بدون توافق بین اسرائیل و حماس به پایان رسید که باعث شد بلینکن دست خالی به خانه بازگردد به گفته ای این خبرگزاری وزیر خارجه آمریکا و میانجی های مصری و قطری امیدوار بودند حضور ایالات متحده در این گفتگوها بتواند راهی به سوی کاهش تنش میان دو طرف و برقراری آتشبس باز کند که چنین چیزی میسر نشد دستیابی به توافق آتشبس در غزه یک اولویت اصلی برای دولت بایدن است یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه گفتگوها را نزدیک به توافق توصیف کرد اما در نهایت چنین توافقی حاصل نشد در بیانیه کاخ سفید آمده است بایدن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره آتش بس و آزادی گروگانها و تلاش دیپلماتیک برای کاهش تنشهای منطقی گفتگو کرد کامالا هریس معاون رئیس جمهوری نیز که روز پنجشنبه رسما در شیکاگو نامزدی دموکراتها برای خوابات ریاست جمهوری 5 نوامبر را میپذیرد از مقامات اسرائیل و حماس خواسته است تلاش کنند به آتش بس برسند یک مقام آمریکایی پیش از این تماس به رویترز گفته بود که انتظار میرود بایدن به نتانیاهو فشار بیاورد تا درخواست جدید اسرائیل برای حفظ نیروهای خود در امتداد کریدور زمینی میان مصر و غزه را کنار بگذارد حماس در جریان مذاکرات برای توقف نبرد ده ماهه خواهان عقب نشینی کامل اسرائیل از غزه می باشد. ارتش آمریکا اعلام کرد که ناو هواپیما برای یو اس اس آبراهام لینکن به همراه ناف همراهش به خاور میانه رسیده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که لوید آسین وزیر دفاع آمریکا دستور تسریع حرکت این گروه دریایی به منطقه را صادر کرد. با ورود این ناو هواپیما بر تعداد ناوهای هواپیما بر آمریکای مستقر در خاور میانه به دو فروند افزایش یافته است این حضور هرچند موقت در حالی است که نگرانی ها از وقوع درگیری های نظامی در منطقه رو به افزایش است ناو هواپیما بر آبراهام لینکن قرار است جایگزین ناو یو اس اس روزولت شود ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانی اعلام کرد که ناو هواپیمابری یو اس اس ابراهام لینکن که مجهز به جنگنده های اف 35 و اف 18 است وارد محدوده مسئولیت سنتکام شده است همچنین در این بیانیه آمده است که لینکن ناو پرچم داره گروه ناو هواپیمابر ضربتی سوم است و همراهی آن را ناو شکن های اسکادران 22 و بال ناو هواپیمابر نهم بر عهده نه دارند این تحولات در حالی رخ می‌دهد که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در 11 اوت اعلام کرد که لوید آستین در سور تسریع حرکت ناو لینکن به سوی خاور میانه را صادر کرده است او در ابتدای ماه ارسال این ناو به منطقه را تایید کرده بود پس از تاکید مجدد ایران مبنی بر دادن پاسخ حتمی آن به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که کشورش برای هر سناریویی در سطوح دفاعی یا هجومی برای مقابله با تهدیدات دور و نزدیک آماده است. این در حالی است که ایران دوباره تاکید کرد که دادن پاسخ به ترور اسماعیل هنیه حتمی است و هرچقدر هم که طول بکشد به وقوع خواهد پیوست نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز اعلام کرده است که پاسخ باید به گونه ای باشد که اسرائیل را مجازات کرده و از تکرار حملات مشابه جلوگیری کند در عین حال ایران مدعی شده است که این پاسخ باید با دقت طراحی شود تا از هرگونه تاثیر منفی بر مذاکرات آتش در نوار غزه جلوگیری شود ممنونیم از همراهی شما جهت اطلاع از مهمترین خبرهای منطقه و جهان با ما همراه باشید